مقدار بارانی که در شهرهای مختلف فرانسه می بارد متفاوت است. نمای خطی زیل مقدار اوسط بارندگی را در یک ماه نشان می دهد که در 13 شهر مختلف اتفاق می افتد. اندازه ها به نزدیکترین 1/4 سانتی نمایش داده شده اند. در پربارندگی ترین شهر چه مقدار باران بیشتر از دومین شهر پربارش می بارد؟ اول ببینیم که این نمای خطی چی است در اینجا؟ هر کدام این نقطه های آبی نمایانگر یک شهر است که اوسط باران آن در ماه اندازه شده است. مثلا این نقطه در اینجا. این شهر 6 سانتی متر اوسط باران در یک ماه داشته است. و در اینجا نشان داده که دو شهر مقدار بارش ماهانه مساوی به 8.75 سانتی متر داشته است و دو شهر بوده که اوسط باران یک ماه آنها مساوی به 12.75 سانتی متر بوده است. در هر مقدار بارندگی نشان داده شده تعداد شهرهایی که در آنها به طور اوسط همان مقدار باران می بارد نیز نشان داده شده. حال که نمایش خطی را فهمیدیم، جواب سوال را پیدا کنیم. در شهری که بیشترین بارندگی را دارد چه مقدار باران می بارد؟ پر بارندگی ترین شهر کدام است؟ فقط یک شهر دارای اوسط 13.5 سانتی متر باران دارد. در یک ماه این شهر است. نشانی می کنم. این 13.5 سانتی متر باران داشته. و در بارانی ترین شهر چه اندازه باران بیشتر نسبت به دومین شهر بارانی می بارد؟ خب این دومین شهر بارانی است. همین شهر که در اینجا است. این 13.1/4 سانتی متر باران دارد. و فرق میان این دو شهر فقط یک خیز است. چرا که از 13.5 سانتی تا 13.1/4 سانتی فقط یک خانه فاصله است. پس یک خانه در اینجا فرق است. ما میبینیم که در هر سانتی متر 4 خانه است و یک خانه مساوی با 1/4 سانتی متر است. پس صرف با نگاه کردن به آن گفته میتوانیم فرق آنها 1/4 سانتی متر است. ولی اگر این به این سادگی نمی بود، یک خانه در پهلوی آن فرق می داشت، اول عدد بزرگ آن را گرفته، عدد کوچکتر را منفی می کردیم. پس از 13.5 عدد 13.1/4 را منفی می کردیم. و برای آن چندین راه وجود دارد. مثلا اول 13 را از 13 منفی کنیم. و بعدا 1/4 را از 1/2. که مساوی به 1/4 می شود و راه دیگر این که می توان آنها را تبدیل به کسرها کرد. پس 13.5 در واقع 13 ضرب 2 که 26 می شود و جمع 1 که 27 می شود. پس این 27/2 است و از آن منفی می کنیم 4 ضرب 13 که 52 می شود. جمع 1 که 53 می شود، یعنی 53/4 را. و برای این که تفریق را انجام بدهیم باید عین مخرج را داشته باشیم و 4 2 چند 2 است. پس اینجا صورت و مخرج را ضرب 2 می کنیم. پس می شود 54/4 منفی 53/4. یعنی 54 منفی 53 مساوی 1 به مخرج 4 یا 1/4. ولی برای این مثال اینقدر راه طولانی ضرور نیست. ولی برای مثال های پیچیده تر بهتر است که این طریقه را به یاد داشته باشید.